سرانجام شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کرد و 6 نفر از نامزدهای ریاست جمهوری را به عنوان کسانی که تایید صلاحیت شده اند برای حضور در انتخابات معرفی کرد. مهمترین چهره‌ای که رد صلاحیت آن توجه‌ها را به خود جلب کرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران است. اشخاصی چون دکتر مهدی خزعلی و محمد هاشمی نیز در لیست رد صلاحیت شدگان می باشند. در همین ارتباط گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی ایران در فنلاند، که توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. آقای علیزاده، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت می کنید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبان تلویزیون لرتی. آقای علیزاده، بالاخره پس از چند روز گمانه‌زنی‌ها به پایان رسید و شورای نگهبان لیست نهایی رو اعلام کرد. 6 نفر از نامزدهای ریاست جمهوری رو به عنوان کسانی که تایید صلاحیت شدند معرفی کرد برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری. نکته‌ای که جلب توجه کرد رد صلاحیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بود. می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. ببینید، این مقطع از وضعیت تحولات سیاسی ایران رو میتوانیم به 2 مقطع پیش از اعلام ثبت نام نامزدها و پس از اون تقسیم کنیم. اونچه که برای من خیلی مهم هست در مقطع پیش از اعلام ثبت نام این هست که اگر یک یادآوری بکنیم، مثلا برگردیم سال 92، برگردیم سال 88، برگردیم سال 84، این 2-3-4 ماه منتهی به انتخابات اون سالها به شدت فضای اجتماعی ایران گرم بود. به اصطلاح بازار انتخابات بسیار گرم بود. مردم در خیابان ها بودن، فعالیت های تبلیغاتی گروه ها و ستاد ها برقرار شده بود. گمان زنی ها در مورد کدام نامزد می آید نمی آید، ما واقعا یک انتخابات پرشور رو بلیل 88 شاهد بودیم. آنچه که در نظر من بسیار پر معنا جلوه می کنه این هستش که در این دوره ما عملا چیزی شاهد نبودیم. در واقع با روز اعلانه ثبت نام نامزدها تازه کمی فضا گرم شد که ببینیم چه کسی شرکت کرده، کی ثبت نام کرده، کی ثبت نام نکرده. مثلا ثبت نام آقای خزعلی برای من جالب بودش در میان افرادی که نگاه انتقادی دارن، و یا ثبت نام غیر مترقبه احمدی نژاد همچنین تقریبا همه رو شوکه کرده بود با نوع رفتاری که ایشون حتی تا اون ثانیه های آخری که داشت وارد می شده دست خودش رو نکرده بود که قصد ثبت نام داده. شوکه کننده بود برای اینکه آیت الله خامنه‌ای رو در واقع منع کرده بود از این. خب این فضای کلی انتخاباتی که بیرمق شکل گرفتش. اگر اراده حاکمیت بر اجرای یک انتخابات گرم و پرشور بود، میخوام این نتیجه گیری کنم، اگر این اراده رو داشت هرگز به این روش اقدام نمی کرد، بلکه از ماها زودتر به اصطلاح فیتیل انتخابات رو بالا میکشید. مثال میزنم، آیا شما دیده بودید که در عرض 1 سال گذشته آقای خامنه‌ای چندان به مسئله انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین انتخابات در ایران هستش بپردازه؟ ما من هیچ اشاراتی بهش نداریم. امسال هم فقط در روز اول فروردین 10 دقیقه آخر صحبتی کرده شد. میخوام نتیجه بگیرم که در این رفتار حاکمیت میبایستی سرنخهای رد صلاحیت ها رو بیاد و همچنین تایید صلاحیت ها رو. در وضعیت تایید صلاحیت ها شما نگاه کنید که وضعیت چقدر بغرنج است که فردی مثل آقای اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور مستقر، یعنی آقای روحانی، نامزد ریاست جمهوری می شود.
و بی پرده هم میگه که به هر حال این یک نوع ضربگیری است که اگر آقای روحانی با عنوان رئیس جمهور مستقر رد صلاحیت بشود، لااقل از کابینه یک نفر باشه که بتونه در انتخابات شرکت بکنه و مثلا مسیر کابینه رو همونطوری به پیش ببره. از این قصه ببینید چقدر یک نظام وضعیت این انتخابات رو شور کرده که تا روز آخر آقای روحانی، تا لحظه که آقای روحانی وارد ستاد ریاست وزارت کشور شد معلوم نبود که ستنام میکنه یا نمیکنه، اعلان نکرده بودش و گمان زنی حتی در مورد رد صلاحیت او هم وجود داشت. حالا از اون طرف اون چیزی که شک بعدی به جامعه وارد شد مسئله رد صلاحیت رئیس جمهوری است که تا روز آخر، یعنی روز تودیع، وقتی که کابینه آقای احمدی نژاد به دیدار آیت الله خامنه‌ای رفته بود، آیت الله خامنه‌ای در روز آخر به ایشون گفتش که من بایستی به شما خدا قوت بگویم و خدمات 8 سال شما دیده شد و در تقدیر و تحسین و تمجید از او چه ها که نگفت. حتی اگر به یاد داشته باشید در سخنرانی که حدودا 6 ماه گذشته ایراد کرد برای اینکه به اصطلاح مانع حضور آقای احمدی نژاد بشه، در اونجا تعبیر خاصی رو به کار برد مبنی بر اینکه گفت بالاخره این حق هر انسانیه که نسبت به برادر مؤمن خود، تأکید میکنم تکرار میکنم برادر مؤمن خود، اون چه که صلاح حال او هستش و صلاح حال کشور هست بگوید و منم گفتم که شما در انتخاب و شرکت نکنید. رئیس جمهوری که 8 سال مورد تقدیر ارکان نظام قرار گرفته بود، آقای خامنه ای دوست 50 ساله خودش رو واگذاشته بود و در حمایت از آقای احمدی نژاد گفت نظر من به احمدی نژاد نزدیک کرده، گفته بود دولت او پاک دسترین دولت هاست، گفته بود که این دولت گفتمان عدالت خواهی و انقلاب رو دوباره به سر زبان ها آورده، به دولتی گفته بود که شما 4 سال اول رو فکر نکنید، برای 4 سال آینده هم برنامه ریزی کنید. دبیر آقای احمدی جنتی در حمایت از آقای احمدی نژاد گفته بود که نامه های او که به مقاصران کشورها میزن الهام از طرف خداوند است. آقای مصباح یزدی گفته بود که اطاعت از خام احمدی نژاد اطاعت از خدا است و بسیاری از این گزاف گویی ها که در حق احمدی نژاد دیده بودیم. و افزون بر این که پس از دوره 8 سالش هم از قدرت حذفش نکردن، به عبارت دیگه تازه به اون این صلاحیت رو دیده بودن که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، یعنی به هر حال این ظرفیت رو در او دیدن که ایشون میتونه تشخیص مصلحت نظام رو بدهد در کنار دیگر افراد. حال امروز چه اتفاقی افتاده؟ شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. در گمان من آنچه که در 88 مردم به خیابان ها آمدن با جمعیت انبوه میخواستند احمدی نژاد رو سلب مشروعیت از او بکنند، ولی با مشت محکم حاکمیت رو واجه شد، امروز خود نظام همون کار رو از او کرد اما با 2 دیدگاه مختلف. در اون زمان مردم به خیابان ها آمدن که به بی‌کفایتی احمدی نژاد رو فریاد بزنن، دروغگو بودن و رمال بودن و خرافه گویی احمدی نژاد رو مورد انتقاد بدهن، قرار بدهن و مورد عتاب و خطاب آیت الله خامنه ای قرار گرفتن. امروز احمدی نژاد از صحنه سیاسی و سپهر سیاسی ایران حذف شده، اما نه به دلیل بی‌کفایتی های او، نه به دلیل رمال بودن او، نه به دلیل رسوایی هایی که برای او وجود داشته، نه به دلیل اینکه
برادران قاچاقچی رو مورد تقبیح قرار، به دلیل این که آقای احمدی نژاد دیگر در برابر آیت الله خامنه‌ای سرکشی کرده بود. سرکشی در مقابل آقای خامنه‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر آقای احمدی نژاد با رفتار دیگری وارد گود شده بودش و مفهوم و معنای سرکشی نسبت به آقای خامنه‌ای رو نمیداد، به گمان من امکان تایید صلاحیتش بود، اگرچه پرونده رسوایی های او سر به آسمان میزنه. ولی اون چی که آنها تحمل نمی کنن این است که کسی خلاف سخن رهبر حرفی نزنه. و ما در امروز، سخنم رو اینجا خاتم میدم، که شاهد حادثه ای بودیم و آن این که برای بار دیگر یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی از قطار انقلاب اسلامی به بیرون پرتاب شد، همچنان که پیشتر از این خاتمی رو از این قطار پیاده کردن، هاشمی رفسنجانی رو پیاده کردن، آقای بنی صدر رو پیاده کردن، مرحوم بازرگان رو پیاده کردن، امروز هم نوبت به پیاده کردن کسی از قطار انقلاب رسید که در تعبیر من دردانه رهبر بود، کسی که رهبر او رو عزت چپان می کردش و او رو دست مبسوطی به او برای او قائل شده بود که حتی پرده های اخلاقی جامعه رو بدرد و رهبر سکوت محض کرده بود در تمام مفاسد اخلاقی که و اقتصادی که احمدی نژاد به بار آورده بود، همه را میتواند تحمل کرد الا سرکشی که احمدی نژاد در مقابل شخص او کرد و امروز رد صلاحیت شد. آقای علیزاده، این سوال من مربوط میشه به آقای ابراهیم رئیسی. اگر با توجه به اخباری که شنیده میشه در فضای مجازی منتشر شده، به هر نحوی آقای رئیسی رو از صندوق رأی بیرون بکشند، با توجه به سابقه‌ای که ایشون داره در ارتباط با قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 و خب فایل آیت الله منتظری به عنوان شخص دوم مملکت هم منتشر شد و ایشون آقای رئیسی رو مسئول این قتل ها و جنایت ها دونستند، خب چه وضعیتی پیدا میکنه روابط خارجی ایران با توجه به تخصصی که شما دارید به عنوان دیپلمات؟ خب آقای رئیسی رفت و آمد رئیس جمهورهای دیگه و نشست و برخاستشون با آقای رئیسی با یک چنین کارنامه‌ای آسان نخواهد بود و همچنین سفرهای آقای رئیسی به خارج از کشور. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدم. بسیار پرسش بجا و درستی و از قضا رو همین مبنای چنین نکته سنجی که شما در پرسشتون آوردید، من قویاً اعتقاد دارم که مطرح کردن نام آقای رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی جناح محافظه‌کار و اصولگرا از آغاز یک خبط و خطای استراتژیک بوده. یعنی اینها به گمان من مصلحت اندیشی خودشون رو هم نمیدانند، چه برسد به اینکه مصلحت اندیشی مملکت رو بدانند. یعنی اگر گمان رو بر این بگذارن که خب در میان این همه اصولگرایانی که ذوب در ولایت هستن میخواستن و میگشتن و کسی رو پیدا میکردن، به هر حال یکی رو میتونستن پیدا بکنن که با همین ویژگی های آقای، بیشتر از ویژگی های آقای رئیسی رو هم داشته باشه. او لااقل در قوه اجرایی هیچ کاری نکرده، هیچ سابقه ای نداره. سخنرانی هم که در هنگام سخت نام کرد نشون داد که مایه ای از مملکت داری نمیدونه. حالا شاید در مثلا سیستم قضا بعد از اینکه عمری رو بودن در چیزی رو اطلاع داشته باشه که اون رو هم من بعید میدونم، ولی به هر تقدیر اینک او به عنوان یکی از نامزدهای اصلی هست. این در حالی است که اولا فراموش نکنیم که آن نمایندگان نامزدهایی که از جبهه اصولگرایان هستند
شدیداً در تعارض با همدیگه هستن. یعنی آقای رئیسی نگفتش که من نامزد جمنا هستم و نپذیرفت که نامزدی از طرف اونها رو داره. گفتن که ما فقط یک نامزد دیدیم بیرون، بعدن دیدیم که نامزدهای متعددی ثبت نام کردن که یکیشون مثلا آقای قالیباف الان تایید صلاحیت هم شده. اما برگردیم به پرسش بسیار مهم شما و اون این که آقای رئیسی پرونده ناپاکی داره، اون هم در حد قتل آن تعداد بیشماری که ایشان در هیئت مرکزی قتل وجود داشته، به همون استناد همون اظهاراتی که مرحوم آیت الله منتظری داشتند و این خدمت رو از 28 سال پیش تقریبا به این ملت کردند که دست ناپاک این گروه رو برای ما افشا کردن. اگر اون صحبت‌های آیت الله منتظری رو افشاگری های ایشون نبود، ای بسا امروز مشت پری در دست نداشتیم. اما حالا چه خواهد شد؟ در فرض این که یک همچنین فرضی به ریاست جمهوری برگزیده شود، با عنایت به این که مسئله کشتار سال 68 همونطور که احتمالا به یاد دارید یک پرونده سرزمینی تبدیل شده. منظورم چیه؟ بسیاری پرونده ها هستش، اختلاس ها، قتل، کشتا، خیلی مطالب هستش که پرونده سرزمینی هستش. مثلا در مورد قتل مرحوم فروهرها ما شاهد این نیستیم که در کشورهای دیگه نهادهای رسمی، نهادهای حقوق بشری نسبت به او آنچنان واکنش نشان بده. بله امکان داره که بعضن افرادی آمده باشن اعتراضاتی رو کرده باشن، اما در مورد کشتار 67 ما دیدیم که حتی دادگاه‌های به صورت نمایشی هم تشکیل شده که در اونجا قاضی جباری بوده نشسته و بلافاصله در عرض کسری از ثانیه حکم اعدام افراد رو صادر کرده. اخیراً شنیدید که پارلمان کانادا نسبت به سال 68 اظهار نظر رسمی کرده، اون رو نوعی قتل عام تلقی کرده. در شرایطی که ما به ویژه پس از دوران روی کار آمدن دولت ترامپ هستیم که از جمله به هر حال دست خواهند گذاشت و پرونده نقض حقوق بشر ایران، نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی، به طور قوی میتوان گمانه‌زنی کرد، پیشبینی کرد که چنین فردی اگر به ریاست جمهوری هم برگزیده شود شدیداً نقطه ضعف جمهوری اسلامی خواهد بود. بگذارید من توضیح بیشتر رو بدهم که همین الان که تا همین اواخر که آقای رئیسی یکی از ارکان قوه قضاییه بود، ریاست عالی قوه قضاییه یعنی آقای صادق لاریجانی در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در ایران. یعنی شخص رئیس قوه قضاییه رو به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در ایران در بین تحریم های حقوق بشری قرار دادن، البته در کنار جمع دیگری از مقامات مسئولین جمهوری اسلامی. ولی رئیس یک قوه در زیر تحریم حقوق بشری قرار گرفته باشه خیلی معنی داره. اگر برای رئیس یک قوه این اقدام تا کنون اتفاق افتاده که یک نهاد، یک اتحادیه مهم بین المللی مثل اتحادیه حقوق بشر نسبت به آقای صادق لاریجانی این رفتار رو به عمل آورده، اصلا جای تردید و تعجب و شگفت نخواهد بود که در اندک زمانی آقای رئیسی رو در فهرست
همون ناقضین حقوق بشر قرار بدن، پروندهش هم که به اندازه کافی رسوایی درش هست، نوار آیت الله منتظر بیرون آمده، ایشون منکر نشده، بلکه در جای جا هم افتخار کرده که حکم خدا رو به اصطلاح تعبیر خودشون اجرا کردن. و به هر حال کاملا به راحتی می شود ایشون رو ببرن در زیر انواع تحریم ها. و تصور بکنید که عالی ترین مقام قوه اجرایی یک کشور در یه همچین وضعیتی قرار داشته باشن، به تبع اون می تواند تالیف فاسد های بیشتری رو داشته باشن. از این رو من اعتقاد دارم که اساسا نامزد شدن آقای رئیسی، یعنی خودش رو در معرض رأی مردم قرار داده که من تصور نمی‌کنم رأی زیادی هم داشته باشه، حتی رأی اصولگراهان هم جمع بکنیم خواهیم دید که ایشون رأی زیادی نخواهد داشت. دوم اینکه در تعارض با دیگر نامزدهای اصولگرا قرار داشتن، سوم اینکه پرونده دست ناپاکی رو داشته، و چهارم اینکه اساسا در نظام بین المللی که اینک داریم در اون تنفس میکنیم، ما به قدرت رسیدن ترامپ و جریانات تندروی که در آمریکا شاهد هستیم، نقطه بسیار ضعیفی، نقطه بسیار ضعف بزرگی آقای رئیسی قلمداد میشود. حالا من حتی اعتقاد دارم که در مسئله نبوغ بشر پرونده آقای دولت آقای روحانی هم بسیار مخدوش هستش. پرونده دولت آقای روحانی هم شما ببینید در مسئله حقوق بشر بسیار مخدوش هستش و بسیار آسیب پذیر است و بسیار محکومیت های عدیده‌ای در این سالها بر جمهوری اسلامی قطعنامه های عدیده‌ای صادر شده. حالا اگه این رو ما در وضعیت آقای روحانی ببینیم، در مورد آقای حسن آقای رئیسی شاهد باشیم، به مراتب وضعیت برای او دشوارتر و خطیرتر خواهد. آقای علیزاده سپاسگزارم. قربان شما، متشکرم.